نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. خبرهایی داریم از بهشت و از جهنم. شاید بگید این چه اهمیتی برای ما داره؟ والا این مهمترین چیزی که باید ما بهش توجه کنیم. شما شاید این روزا خبرهای اوکراین و نمیدونم خبرهای مختلف رو میشنوید، فوتبال و غیر ذلک، در حالی که هیچ خبری مهمتر از خبر آخرت نیست، چون که ما خودمون در اون خبر نقش آفرین هستیم. حالا در اوکراین جنگ، نتیجهش میتونه مرگبار باشه و به بمب اتم برسه، باز هم یه دی میمیرن و میرن بهشت یا جهنم. پس خبر آخر مهمتره. این که شما در داخل جنگ اوکراین باشید یا در بیرون بشنوید، خب معلومه که فرق داره. شما یک روزی داخل خبر آخرت خواهید شد، یا بهشت یا جهنم یا قبل از اون. لذا این خبر مهمه. یاد پدر مرحومم افتادم که همیشه در فکر شنیدن اخبار بود، بی بی سی و نمیدونم روزنامه و فلان و بهمان، ولی اون خبرها تموم شد رفت. الان خبری که برش مونده خبر آخرته، برش مهمه، باید باشه، می بود از اولم. لذا ما باید از دنیای بعد خبر داشته باشیم. این خبر رو خبرگزاری ها به ما نمیدن، این رو پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بارها و بارها گفتن. بالاتر از فرمایش ایشون کلام الله است که در قرآن خیلی تکرار کرده، ولی ما امروز احادیث پیامبر رو بعضیش انتخاب کردیم، 14 یا 15 تا رو، نصفش در مورد بهشت و نصفش در مورد جهنم. اول خبرهای بهشت. در خبر اول به ما میگه که چه کسانی زودتر وارد بهشت میشن. یه گروهی که زودتر وارد بهشت میشن، یا البته یه گروهی، مثلا یه حدیث هست که پیامبر وقتی به در بهشت میرسه میگه یه خانمی ازش جلوتر میزنه، میگه تو کی هستی؟ میگه من زنی هستم که به خاطر یتیمان شوهر نکردم که من بود شوهر جدیدم اونا رو اذیت کنه. یعنی افراد مختلفی سریعا وارد بهشت میشن. یه گروه فقیرهای مهاجرین هستن و این حدیث احتیاج به توضیح داره. وقتی حدیث شنیدید منتظر توضیح هم باشه. از حضرت ابو هریره روایت داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یدخل الفقراء المسلمین الجنه قبل اغنیائهم به نصف یوم و هو 500 عام. می فرماید که فقرای مسلمان ها قبل از ثروتمندای مسلمان ها وارد بهشت میشن، هر دو بهشتی هستن، اما اینا نصف روز زودتر میشن و این نصف روز برابر با 500 ساله، در قیامت برابر با 500 ساله. حالا چرا مگه فقرهای مسلمین چه مزیتی دارن؟ مگه نه این است که دست دهنده بهتر از دست گیرنده است؟ مگه این نه این است که ثروتمندا اگه مسلمان باشن زکات هم میدن، حج هم میرن، خیرات هم انجام میدن، کارهای خیر هم میکنن، اینا چرا باید از فقرهای مسلمین زودتر به بهشت برن نرن؟ در حال که پیغمبر واضح فرمودن که دست دهنده به از دست گیرنده. این گفتم توضیح داره. اینجا منظور مسلمان ها و مهاجرین هستند که در راه خدا فقیر شدن، یعنی اگه اینا رو ول میکردن تو کشور خودشون ثروتمند میشدن، منتها به خاطر خدا ثروت رو گذاشتن یا مجبور شدن که ول کنن، محصور شدن، محاصره شدن به خاطر خدا. و در حدیث دیگه توضیح میده که اون در اون 40 سال است. حدیث دیگر رو مربوط برنامه امروز نیست، ولی بخواد توضیح این میگم. فقرای مهاجرین سبقت میگیرن از اغنیای مهاجرین روز قیامت 40 سال. متوجه هستید؟ یعنی چی؟ یعنی این که به خاطر خدا فقیر شده، مثلا از مکه مهاجرت کرده به مدینه و اونجا زندگیشو گذاشته، اینجا هم دیگه کشور دیگه بوده نتونسته پول پیدا کنه اونقدر که لازم بوده، خدا کمکش حتما کرده و کرده هم دیدیم، ولی
یک نفر غنی که در کشور چی بوده، این پیش خداوند بیشتر چی داره؟ به خاطر اون کارش، نه به خاطر اینکه فقیره. فقیر بودن هنر نیست برای مسلمان ها، الا برای پیامبر. برای پیامبر به خاطر این هنره، فخره که اون داشته، بیت المال دستش بوده استفاده نمی کرده. این فخره دیگه، که شما بیت المال دستت باشه، همه مسلمان ها نوکر داشته باشن، دخترت بیاد میگه بابا منم نوکر بده، به همه دادی مساوی، حداقل منو که مثل مسلمان ها حساب کن. میفرماد نه، این فخره، ولی برای پیامبر، برای رهبر، نه برای مسلمان عادی. حدیث دوم داره یه گروهی رو صحبت میکنه که اینا 70,000 نفرن. چند بار در قرآن از اینا صحبت شده در حدیث. اینها وارد بهشت میشن، حساب کتابم ندارن. اینا کیه دیگه؟ اینا یک صفتی دارن. از ابو هریره روایت داریم که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر. قوم ها اینجا که بیشتر از 70,000 هم گفته، قوم های وارد بهشت میشن که قلب اینها، گروه های وارد بهشت میشن، قلب اینها مثل قلب پرنده است. یعنی چی مثل پرنده است؟ یعنی شکلش مثل قلب پرنده است؟ نه، پرنده که از توکل میکنه. تو حدیث دیگه داریم که پیامبر فرمود اگه شما توکلتون به خدا مثل توکل پرنده باشه، صبح بلند میشه میره صحرا، شب برمیگرده سینش پره، غذای خودشو پیدا میکنه. هر روز غذای خود رو در صحرا این پیدا میکنه. منظور این است که توکل به خدا داشته باشید در زندگی. توکل که داشته باشید، شیطان هم میگه در قرآن که الله به شیطان میگه که تو نمیتونی بندگانی که به من توکل کردن رو گمراه کنی. اینقدر مقام متوکلین بزرگه. اینها حتی به اونجا میرسن، همونطور که عرض کردم و تو حدیث بعدی میبینید، اخبار بهشت دارم بهتون میگم، ایشون بدون حساب کتاب وارد بهشت میشن. حدیثو ببینید. بازم ابو هریره که خدا به او جزای خیر بده این حدیثو برای ما روایت کرده، میفرماد که یدخلو، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان یدخلو الجنه من امتی زمرتون هم 70,000. گروهی در امت من وارد بهشت میشن، اون 70,000 نفر، 70 نفر از هستن. توزیع وجوه هم اضاعت لیلت البدر. میفرماد که 70,000 نفر از قوم چیز من وارد بهشت میشن، صورتشون چی هست؟ برق میزنه مثل ماه شب 14، اینا نورانی هستند. ابو هریره میفرماد که ابو عکاشه بلند شد، گفت یا رسول الله دعا کن که منم جزو همین 70,000 نفر باشم. پیامبر فرمودن فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم اجعله منهم، خدایا اوکاشه رو جزو اینا قرار بده، جزو همین 70,000 نفر. یک صحابی دیگه بلند شد از انصار، گفت یا رسول الله دعا کن منم باشم. فرمود فقال سبق کبیها اوکاشه، میگه یا دیگه نمیشه، یک نفر گفت منم دعا کردم. حالا این دلیل نمیشه، خود دو نفر میتونه دعا کنه که جزو اونا باشه. صفاتشون هم که بهتون گفتم چی است، حالا تو حدیث بعدی صفت اینا رو میگه. صفت این 70,000 نفر و این گروه هایی که بی حساب وارد جنت میشن. یدخل الجنه من امتی 70,000 بغیر حساب. بغیر حساب این میگه، یعنی بدون حساب میگه 70,000 نفر حساب کتاب ندارن، قیامت نمیبینن. هم الذین لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون و علی ربهم یتوکلون. اینها کسایی هستن که توکلشون، این 70,000 نفر چه صفتی دارن؟ یکی این است که چه استفاده نمی کنن، علاج چی میگه برای علاج، خب میدونید یه راه علاج این است که شما زخم روی زخم آتیش بذارید. اینو پیامبر ما دوست نداشت، هاشم گفت یک علاج است، گفت این کارو نمی کنن. اگه این کارو بکنی بی حساب وارد داشتی نمیشی. رقیه به کار نمیبرن. رقیه یعنی این که به چه چیزی بگی که به اون پناه ببری. مثلا انگشتر داشته باشی، فکر کنی که این انگشتر به تو کمک میکنه، یا یه کاغذی که بنویسی در گردنت آویزان کنی، فکر کنی این بهت کمک میکنه. فالم نمیزنن، پیش فالگیرام نمیرن، فال بدم نمیزنن و فال حافظم نمیگیرن. فال رو پیامبر دوست نداشت مگر فال خوب باشه. مثلا یکی میومده میگفت اسمت چیه، میگفت اسم من بشیره، مجد دهنده. پیامبر اینو به فال نیک میگرفت، اما فال بد رو هرگز قبول نداشت. و
و صفت آخرشون چی بود؟ و علی ربهم یتوکلون، آیه قرآن هم هست، به پروردگار خود اینها توکل میکنن در هر کاری. نگران دشمنه میگه توکل به خدا، نگران پوله میگه توکل به خدا، نگران مشاکل روزانه است میگه توکل به خدا، خدا درست میکنه. این آدما در قیامت چه امتیازی دارن؟ اینا حساب کتاب ندارن، اینها بتونه حساب وارد بهشت میشن. این فکر کنم چه مقام بزرگی باشه که چرا اینا وقتی اینطور باشن گناه، انسان که توکل داشته باشه گناه هم نمیکنه. این که ببینیم مال مردم احتکار میکنن مثلا میذاره گرون بشه، این توکل نداره دیگه. اگه توکل داشته باشه میدونه که روزیش میرسه. بیشتر مصیبت های ما از توکل نداشتنه. آیا شما میدونی که اهل بهشت، حالا ما مردم بهشتی آیا مثل مردم دنیا هستن؟ نه، دنیا آدم کوچیک هم هست، بزرگ هم هست، پیر هم هست، فلان هست. شنیدم این حدیث، نمیدونم شما به احتمال 99% درسته، ولی باید هر وقت من این حدیث برای شما میخونم دوباره سندش نگاه میکنم که من با دو حدیث ضعیفی رو بخونم. اون حدیث این است که یک پیامبر خونه اومدن با یک خانمی پیرزنی کنار همسر ایشون نشسته بود، گمانم حضرت عایشه بود. باز پیامبر پیرزنی که دید فرمود که پیرزن ها وارد بهش نمیشه. این سن شروع کرد توی گریه. باز پیامبر گفت یا رسول الله، فهمسرش گفت یا رسول الله اینگه داره گریه میکنه شما این فرمود. خب جوان میشن بعد وارد بهشت میشن، یعنی کسی پیر در بهشت نیست. فرق داره با دنیای ما، زخمی و نمیدونم لنگ و کل و زشت و هیچی نیست. اینا چی هستن؟ عمرشون چند سال است؟ در این حدیث معاذ بن جبل صحابی دانشمند پیامبر این را از پیامبر خدا شنیده که ایشون فرمودن یدخل اهل جنت الجنه جردن مردا مکهلین ابناء ثلاث و ثلاثی. وارد بهشت که انسان شد در بدنش مو نیست، منظورم در بدن دیگه صاف و پاکه، چشمش درخشانه، چشم درخشانی خواهد داشت به خلاف چشمهای دنیا. و علاوه بر این سنش 33 ساله، همه 33 ساله هستن، کوچیک و بزرگ نداره. در بهشت همه 33 ساله هست، 33 سال هست. خب در بهشت دستشویی هست یا نیست؟ شاید یکی باز به من بگه بخنده که تو ببین بر ما اخبار اوکراین بگو، اخبار فوتبال بگو. بابا این مهمتری خبریه. شما یه جایی میرید که اگه مسلمان هستید دیگه باید عقیده داشته باشید که در اینجا شما همیشه زندگی خواهید کرد. شما که میخواد از اینجا بلند شید برید لندن مثلا، در مورد نقشه‌ش میگیری نگاه میکنی که چی است. بابا این آخرته، نقشه‌ش ببین که چیه. تشویق میشی که کوشش کنی بری اونجا ببینید که یکی از چیزایی که اونجا دستشویی نیست اصلا، چون که نیازی نیست، انسان به دستشویی نداره. جابر بن عبدالله میفرماد که حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلام فرمودن که اهل بهشت میخورن ولی یاکل اهل جنت فیها و یشربون ولا یتقاوتون ولا یمتختون ولا یبولون ولکن طعامهم ذاک جشاعا کرش المسک یلهمون التسبیح و تحمید کما تلهمون النفس. این چیزا که در دنیا بود اون آدم دیگه تو دنیا هم تو بهشت بود. میگه بهشتی ها میخورن میاشوان، یکی از لذایزی که در بهشت هست همینه، ولیکن دستشویی نمیرن، مدفوع ادرار ندارن و حتی آب دماغ و آب دهان هم ندارن که توف کنن مثلا یا به بینی خود پاک کنن. اینجوری نیستن. باز صحابه پرسیدن که اینا غذا که میخوره کجا میره؟ گفتن که فرمودن که غذای اونها مثل نفس که آدم میکشه به همون صورت از بدنشون خارج میشه یا عرق، ولی بوش مثل بوی مسکه. مسک یعنی دیگه یک عطر خیلی خوشبو. طبعا چون که عطر بهشتی رو کسی تا حالا حس نکرده نمیتونه با عطرهای بهشت مقایسه کنه، مجبور شده پیامبر ما یک عطر دنیایی رو براش به کار ببره 1000 برابر از مسک بهتره. یعنی انسان در اونجا خوشبو و خوشبوتر میشه. ببینید یعنی درست برعکس چیزی که در دنیا هست. مثل که میگه شما نفس میکشید، نفس اونا نفسشون سبحان الله و الحمدلله است. نفس لازم نیست بگه و از این بوی خوب میاد،
معطر میشه دنیا. یعنی فکر کنید به اشتیاق چقدر معطر به پیام، معطر بودن یکی از لذایز عظیم دنیا هم هست. پیامبر ما فرمود از دنیای شما عطر و زن رو من میپسندم، عطر و زن رو. اولین غذایی که به اشتیاق میخورن، یعنی به اصطلاح مهمانی اولی که خدا براشون میده در بهشت چی است؟ اولی مهمانی که به اشتیاق میشه میخورن. حضرت انس ابن مالک این رو از پیامبر شنیده: اما اول ما یأکل اهل الجنه فزیادت کبد الحوت. این البته یک نفر از اهل کتاب اومده از پیغمبر پرسیده که تو اگه پیغمبر ممنونت، تو اگه پیغمبر خدا هستی به من بگو ببینم سه چیز ازت میپرسم ببینم بلدی یا نه. اون از علمای اهل کتاب بوده، ابن سلام گویا بوده، یهودی بوده. گفت سه سوال تو بپرس. یکیش همینه پرسید که بگو ببینم اولین غذایی که اهل بهشت میخورن چی است. اون در کتابای موسی خونده بود، در تورات یا در کتابای فرمایشات حضرت موسی. پیامبر فرمودن اولین غذایی که میخوره جگر نهنگه، اونم نه جگر نهنگ، یک قسمتی به جگر نهنگ آویزونه، مثل جگر ما نیست، چیز اضافه داره. میگه اون رو میخورن، به خدا از اون برشون غذا میده، اولین غذاشون همونه. و حتما در دنیا این زیادی جگر نهنگ، اون زایده‌ای که در جگر نهنگ هست حتما فایده‌ای داره، من نمیدونم، ولی این اولین غذایی است که ما در بهشت انشالله که داخل میشیم و میخوریم. بالاتر از همه چیز در بهشت این است که خدا را انسان میبینه. این از عقیده اهل سنت هست، شیعه ها اصلا قبول نداره. و راست چه بخوای اونا خدا را نمیبینن، چون که با شرک اگر بکنن، اون شیعه هایی که شرک میبرزند از امام رضا کمک میخوان، اونا خدا رو نمیبینن، چون در روز قیامت کورت میشن. حدیث دیگه داریم، آیه قرآن است: و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا یوشر یوم القیامة. علی آیش دقیقا یادم نیست، میگه اگر کسی که از ذکر من روی برگردون، یعنی به جای بگی یا الله بگی یا امام رضا، روز زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت کور چی میشه، کور برانگیخته میشه و میگه که خدایا لم حشرتنی اعما ولقد کنت بصیرا. میگه من که بینا بودم، خدایا چرا منو کور دوباره چه کردی در قیامت. اونا در دنیا در آخرت کور هستن، چه برسه که به خدا رو ببینن. اما مؤمنین خدا رو میبینن و الله پاک چجوری به مسلمان ها ظاهر میشه به مؤمنین. این ابی موسی اشعری از پیامبر ما روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن: تجلی لنا ربنا ضاحکن یوم القیامه. خداوند بر مؤمنین وقتی روبرو میشه به اونها میخنده. منظور یعنی به رحمت تعالی خنده خدا چجور از ما نمیدونیم، ولیکن منظور معنی اصلی این است که وقتی انسان به کسی میخنده، لبخند میزنه یا تبسم میکنه، یعنی به او محبت داره. به اونا چی میشه؟ یعنی خداوند با محبت با بندگان خودش اولین بار که روبرو میشه این است. این حدیثی بود، تمام حدیثایی بود در مورد بهشت. امروز براتون گفتم حدیثا که زیاده، ولی امروز همینقدر کافیه. اخبارش نگه دارید، یه روزی این اخبار رو میبینید، یه جایی هستید میبینید که 70,000 نفر زودتر از شما داخل میشن، 70,000 نفر بی حساب داخل میشن، اولین غذاتون رو میبینید، الله پاک رو انشالله میبینید. اینا چیزایی است که پیامبر ما خبر داده، بلا شک درسته و حدیثایی که بهتون گفتم صحیح است. حالا از بهشت بیایم بیرون، بین بهشت و جهنم هم اتفاق میفته. بعد از اون میریم اخبار جهنمی ها رو میگیم، خدا ما و شما رو اونجا نبره. حضرت ابن عمر روایت میکنه: اذا صار اهل الجنه الى الجنه، از پیامبر دیگه صلی الله علیه و اهل النار الى النار. وقتی که به اشتیا وارد بهشت میشن و جهنمی وارد جهنم میشن، جیا بالموت حتی یجعل بین الجنه و النار، مرگ میارن. مرگ میدونید همه ما مرگ میبینیم، ولی نمیدونیم چه شکلیه. در روز قیامت مرگ یک شکلی داره، این رو میارن جلوی بین بهشت جهنم نگه میدارن. ثم یذبح ثم ینادی مناد یا اهل الجنه لا موت یا اهل النار لا موت فیزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم فرحهم و یزداد اهل النار حزنا الى حزنهم. یک صحنه خیلی بدی است برای بهشتیا، برای جهنمیا ممنونم، و خیلی خوب است برای بهشتیا. اینجوری است که برگ میارن بین بهشت و جهنم، این رو زپش میکنن، گردنش میزنن، میمیره، مرگ میمیره. وقتی مرد دیگه مرگی نیست.
و بهشتی ها اینو میبینن، جهنمی ها میبینن. در همین وقت صدای بلند میشه از فرشته ای که ای اهل بهشت، دیگه مرگ نیست، خوشحال باشید، یعنی نگران نباشید که ما این جنت ما تمومیه، نه بهشت تمومی نداره. و به جهنمی ها میگن که دیگه مرگ نیست، و اولی بهشتی ها خوشحال میشن، رو خوشحالشون یه خوشحالی اضافه میشه، جهنمی ها روی غمشون یه غم دیگه اضافه میشه. الله پاک ما و شما را از جهنم نگه داره و جزء بهشتی ها کنه. حالا نمیریم جهنم، بلکه اخبار جهنمی ها رو براتون میخونیم. گفتم که خبرها مهمه، باید بدونیم که چی میشه. روزی میشه که 70,000 فرشته، اول جهنم چجوری میاد، جهنم رو میارن. نگاه کنید، یوتا به جهنم یوم ایزن لها 70,000 زمام، ما کل زمام 70,000 ملک یجرونها. بهشت حاضر، جهنم حاضر میکنن که 70,000 به اصطلاح ریسمان داره. حالا ریسمان جهنم چی باشه؟ و هر ریسمان رو 70,000 فرشته حمل میکنن. اینجا هده، یعنی 70,000، هر ریسمان 70,000 فرشته میکشن. حالا چه جوریه صحنه رو نمیدونیم، ولی اینطوری پیامبر برای ما توصیف کردن که 70,000 ریسمان داره و 70,000 هر ریسمانی رو 70,000 فرشته میگیره، یعنی نه کلشو، هر یکیشو، و اینو میکشن میارن در میدان قیامت و جهنم رو مردم میبینن. الله پاک ما رو شما رو از اون روز از جهنم حفظ کنه. ترسناکه نیست؟ حالا یه چیزی هست که این برای ما اجازه بدید، اسامه، حضرت اسامه بن زید از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت میکنه. این حدیث، ماهی که داریم این حدیث ها رو میخونیم لازم است که خیلی بهش توجه کنیم. من هر وقت این حدیث میبینم خیلی میترسم. یجا و بر رجل یوم القیامه فیلغا فی النار فتنطلق اقطابه فیدور بها فی النار کما یدور الحمار بریاح فتتیف بهی اهل النار اهل النار فیقولون یا فلانو ما لکه ما اصابک الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي. یک مردی میارن روز قیامت اینو میندازن تو آتش، این دل رودش در اومده و گرفته و همینطور میدوه، مثل که خر دور آسیاب میدوه، یعنی تمامی نداره این دویدن. جهنمی ها اونجا میدون دنباله. یکی از عجایب جهنم این است که در این حالی که میسوزی از دنیا باخبر هستی، شعورش هم عجیب است. وقتی که بهشتی ها اونطور باشن که دستشویی ندارن، خب جهنمی ها هم خداوند و همون سیستم خلق میکنه، خلقتشون عوض میکنه. جهنمی ها میان پیششون میگن توری چی شده؟ مگه نه این است که تو ما را نصیحت میکردی، میگفتی امر معروف میکردی و نهی از منکر میکردی، تو دیگه شر تو جهنم اومدی؟ گو ها ها، من شما رو امر معروف میکردم، خودم نمیکردم اون کارو، شما رو نهی از منکر میکردم، میگفتم این کار نکنید، خودم اون کارو بعد انجام میدادم. این دیگه اینطوری عذابش هست که تو جهنم یه عذاب دیگه هم داره که جهنمی ها با تعجب نگاش میکنن. این مشکل رو برای ما که شما رو حدیث های پیامبر میگیم هست. یک دوست عزیز من که تو همین شبکه هست، حالا دیگه اسمش نمیگم چون اجازه نداد در این مسئله ندارم، میگفت که من بعد از اینکه به مردم گفتم که یکی از نشانهای مؤمن این است که همیشه وضو داشته باشن، واجب نیست ولی پیغمبر گفته ما به وضو مؤمن محافظت میکنه، یعنی شما رفتید از شویی وضو باطل شد میری وضو میگیری، همیشه با وضو هستی، این از نشانهای مؤمنین است. میگه وقتی این حدیث برای مردم گفتم خجالت میکشم که خودم بی وضو باشم، البته از تقوایشون است. و یعنی منظور این است که وقتی ما چیزی به شما میگیم خودمون عمل نمی کنیم، الله پاک به ما رحم کنه. روز من داشتم غذا تنهایی میخوردم، باز همین حدیث یادم اومد که پیامبر گفته، با هم منم به شما گفته بودم که پیامبر فرموده که یک جا غذا بخورید با اهل خانه، و این دیگه انسان از خدا و از ما بگذر. برای همین آدم باید همیشه استغفار کنه. این حدیثی که الان براتون خواهم خوند اینجا نشون میده که امید چقدر به انسان کمک میکنه. حسن ظن خیلی به انسان کمک میکنه. شما در این ماه رمضان
هر کاری که میکنید یه چیزی یادتون نره که انجام بدید، حسن ظن داشته باشید که خدا به من کمک میکنه. همین که گفتیم خدا به من کمک میکنه، این توکلت هم زیاد میکنه. توکلت که زیاد شد، همونایی هست که اول گفتم وارد بهشت میشه بی حساب کتاب. حالا این بابا داخل جهنم شده، از جهنم آوردنش بیرون دوباره میفرستنش به جهنم. ببینید چی میگه. این وقتی انسان وارد جهنم شد دیگه باید ناامید بشه دیگه. اما این انسان امیدش از دست نمیده، نجات پیدا میکنه. نگاه کنید حدیث معنیش اینه. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنه، ایشون فرمودند یخرج من النار اربعه فیعرضون علی الله عز وجل ثم یؤمر بهما الى النار فیلتفت الیه احدهم فیقول ای رب اذا اخرجتنی منها ان لا تعیدنی فیها فینجیه الله منها. چهار نفر رو، یا در حدیث اومده دو نفر رو، خداوند از جهنم بیرون میاره. حالا به چه دلیلی؟ شاید برای اینکه به ما و شما نشون بده که چون که برای خدا گذشته و برای پیامبر آینده نداره، در آینده این اتفاق خواهد افتاد. برای همین با اینکه هنوز نشده لفظ گذشته رو به کار میبره، یا خبر یقین از آینده میده که این دو نفری که از جهنم بیرون آورد، باز میگه که بفرست ببرنش دوباره جهنم. یکی میگه ای خدا من امید دارم که منی که بیرون آوردی دیگه داخل به جهنم نبری، تو منو بیرون آوردی، امیدم به تو اینه. به الله میگه، جهنمی میگه، و همین امیدش میگه این از جهنم نجات میده و وارد بهشت میشه. منظور این است که هرگز امید خودتون از دست ندید. گناهکار هستید، از دست ندید. فقیر هستید، از دست ندید. مریض هستید، از دست ندید. فرزندتون نافرمان است، از دست ندید. مشتر زندان هستید، امیدتون از دست ندید. بدتر از جهنم که نیست، هست. جهنمی امیدش از دست نداد. الله با امید انسان همراه هست. این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه. اکثر اینایی که میبینیم دیوونه میشن، مثلا مرض نفسی دارن، چی میگن، روان پریش هستن، اینا همش دلیلش همین است که امید خدا از دست میدن. هرگز امید رو از دست ندید. این حدیث به ما داره این درس میده. و این حدیث یک چیز دیگر به ما شما نشون میده که پر از امیده. ابی سدین الخدری رضی الله عنه میفرماد که من از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که ایشون فرمودن. چی فرمودن؟ یخرج من النار، از بهشت، از جهنم خارج میشه. چه خوب. کی؟ من کان فی قلبه مثقال ذره من الایمان. کسی که یه ذره ایمان داشته باشه خدا از جهنم شه. خدا یک ذره هم ظلم نمیکنه. یک ذره ایمان داشته باشه خدا اینو از جهنم میاره بیرون. یعنی اهل ایمان در جهنم نخواهند موند. به اندازه یه گناهی که کردن وارد جهنم میشن، و باید ما دیگه مواظب باشیم که با همون اندازه هم وارد نشیم. یه روزش هم سخته دیگه. ولی با این وجود این یک موجوده است که هیچ مسلمان مؤمنی ایمان در دلش باشه، اون یک ذره این وارد در جهنم جاویدان نیست، میاد بیرون. حضرت ابو هریره روایت میکنه که از پیامبر ما که ایشون فرمودند یخرج اونق من النار یوم القیامه له عینان یبصر بهما و اذنان یسمع بهما و لسان ینطق به فیقول انی وکلت بثلاث بكل جبار عنید و بكل من ادعا مع الله اله آخر و المصورین. پیامبر میفرماد که گردنی که سر داره در جهنم میاد بیرون، دست پا رو نداره گردن. این چیز عجیبیست. چشمم داره، گوشم داره، حرفم میزنه. میگه خدا من فرستاده که عذاب کنم سه گروه رو. یکی جبار العنید یعنی آدم مستکبر و تکبری که دشمن خداست. یکی کسی که با خدا شریک قرار میده، یعنی میگه که یا الله به من کمک کن، یا علی به من کمک کن، یا الله به من کمک کن، یا عیسی به من کمک کن، یا الله به من کمک کن، یا موسی به من کمک کن، یا الله به من کمک کن، یا رضا به من کمک کن. این مشرک. این گردنی که چشم داره، گوش داره، برای عذاب داخل جهنم میگرده، این میگه که یه بسته گروه موکل هستم. یکی همین که متکبر است، یکی به کسی که با خدا شرک قرار داده، یکی کسی که تصویر میکشه. منظورش تصویر کشیدن اونو که ما به شقیده داریم، این عکس و این چیزا نیست. منظور این است که شما تصویری بکشی که به اصطلاح
مردم اون رو پرستش کنن یا تعظیم کنن، مثلا مجسمه خمینی رو بگیری بذاری تو قم. اینا چیزایی است که خدا قبول نداره و این کسی که این کارو میکنه یا قبر امام رضا رو نمیجوری تصویرکشیه، منبت کاری میکنی، نمیدونم گل و مل میکشی که تا اون قبر محترم بشه پیش مردم، چیزای شبیه به این جزء تصویر میاد. اما اگه شما تصویری رو، اون چیزی که من بهش معتقدم، بعضی مسلمان ها این حرف من قبول ندارن، اما شما اگه تصویری بکشی، مثلا بخوای به حیوان، به یک بچه ها یاد بدی که مثلا فیل این شکلیه، مثال چیزی که به درد بخوره دیگه، زیروح روش صحبت هست، چون معمولا زیروح رو مردم میپرستید، یعنی صاحب تصویرهایی که روح داشت رو میپرستید. شما میبینید به خاطر پاره کردن عکس خمینی آدم میکشه، اون که عکسه، خب میگه این تو این عکس چه کردی؟ توهین به خمینی کردی. اینجوریه. این کار خدا دوست نداره که شما تعظیم کنی انسانها رو یا حیوانات رو، متوجه هستید؟ و این آدمایی که این کار کمک میکنن، حالا میخواد معمار هم باشه، گنبدش رو بسازه، اینا همه جزء تصویر میاد به نظر من، این رو الله عذاب میکنه، بدترین عذاب میکنه. گفتیم یه گروهش متکبرین هستن. این حدیث آخر هم داره صحبت میکنه که متکبر در روز قیامت خدا اینو ذلیل میکنه. یوشر المتکبرون یوم القیامه امثال الذره فی صورت الرجال اخشاهم الظل من کل مکان یساقون الى السجن من جهنم یسمى بولس تعلوهم نال الانیار یسقون من اسارت اهل النار تینت الخبال. حدیث این است که متکبرین در روز قیامت عذاب دیگه هم دارن. اونایی که در دنیا متکبر بودن، توجه کنید، مثال چیز بدیست. تکبر فقط لباس الله پاک است، برای تمثیل عرض میکنم، بلا تشبیه. کسی دیگه این لباس بپوشه، خدا ذلیلش میکنه. اگه در قیامت در دنیا ذلیل نشد، که اکثرا تو دنیا هم ذلیل میشن، شما صدام حسین رو ندیدید، شما خمینی رو ندیدید که میگه من زهر خوردم، همه رو خدا در دنیا ذلیل میکنه کسی که تکبر داشته باشه. اما اگر قیامت ببینه دیگه وحشتناکه. اینا رو به صورت مشکای کوچیک در میاره خدا، ولی صورتشون مثل صورت انسانه. فرض کنید که مثلا خمینی رو بیاره، مثال میگه، والا ما خب نمیخوایم تو اینجا بحثایی بذاریم که کسی ناراحت بشه، یک متکبر رو ببینید، هر کس که هست، حالا چنگیز رو بیار، صورتش رو مثل مورچه هست شکلش، ولی مورچه‌ای ریز و صورتش داره، باز اینها رو ذلیل میکنن، باز اینها رو میبرن تو جهنم، غذاشون بدترین غذاست تو جهنم، اینها رو داخل یک زندان میکنن، یک جهنمه، یکی تو جهنم زندان هم داره، یعنی عذاب بالای عذاب. پس از تکبر خودتون نگه دارید، هرگز خود از قوم دیگه بالاتر ندونید، از مردم دیگه بالاتر ندونید، شاید اونا از شما بهتر باشن. این یادتون باشه که هر انسان متکبری رو الله پاک دوست نداره. بخش اول برنامه، بخش دوم رو بعد از یک میان برنامه. از مرگ مشم غافل این چرخ زمان آخیر، از روائل این چرخ زمان آخیر، بیرون کند از جسمت این روح و روان آخیر، کرباس به تو آرن از بحری کفن کردن، تا بر تو بپوشانند آن را به گمان آخیر، تابوتی تو را گیرند از خانه به دوشی خود، تا قبر برند آنها چون بادی دوان آخیر، در قبر تو را مانند از شوکت انسانی، بابین سرد ریزند آن خاک گران آخیر. دوباره سلام به شما بینندگان عزیز. چیز اول ما مربوط به یک بیننده است که فرستادن در مورد حادثه که در مشهد رخ داده و در جای قبر امام رضا، منصوب به امام رضا، سه تا آخوند رو یکی با چاقو زده که دوتاش مردند و یکیش در بیمارستانه.
روایتی که دولت نقل میکنه میگه یک نفر از افغانستان این کار را انجام داده، وهابی بوده، تکفیری بوده، و روایتی که این بیننده نقل میکنه با یک عکس که فرستاده چیزی دیگه است. ببینیم که این چی میگه. زارب سرس آخوند، یکی از شیعان افغانی از گردان فاطمیون و مدافعان حرم در سوریه بوده که پدر و عموی زارب سرس آخوند در سوریه کشته شدند. میگه عموی این سنت آخوند در سوریه کشته شدند. جز شهدای حرم هستند که سه روز پیش از اینکه مسابقه فوتبال لبنان ایران در مشهد بوز برگزار بشه، خواهر و خاله و زنموی این افغانی را برای صیغه تماشاچی ها که عرب عراقی و لبنانی بودند در دفتر خود با بقیه دختران ایرانی برای تماشا یا به قول آخوندها زائران آماده کرده بودند. داستان صورت من یکم توضیح بدم که ایشون بیننده ما مدعی است که اینها به اصطلاح جزء مدافعین حرم بشار اسد بوده. ممنون تا فرمان توضیح بدم. و این به اصطلاح از اون شیعایی بوده که ذوب در ولایت بودم یا بابا که اون سه نفر زده، و اینقدر ذوب بوده که حتی فامیلاش هم به اصطلاح صیغه می شدن. این شاید برای افغانایی که سنی هستن یک توهین بزرگ تلقی بشه، اما به افغانای شیعه هم بیچاره توهین تلقی میشه، اما در مذهب شیعه توهین نیست، این در خدمت زائرانه دیگه. این ما بدون شک میدونیم که در مشهد پولدارای عراقی که با پول چی پولدار شدن، با پول آمریکایی‌ها پولدار شدن، و شیعه افغانی حتی که با پول آمریکا پولدار شده بودن اونجا چی می‌کردن؟ به شیعه پاکستانی صیغه می‌کردن، چون در مذهبشون ثواب داره و چیزی که ثواب داشته باشه آدم انجام نده. حالا شراب خوردن ثواب داشته باشه شما انجامش نمیدید. مثال میگم، به هر حال میگه برده بودن به صیغه. حالا دیگه دوباره چی میگه؟ میگه متاسفانه خواهر همین افغانی را به صیغه یک عراقی به مدت 3 روز در میارن 500 دلار. و چون 500 دلار زیاد بوده، این سه تا رفیق خودش هم با اون یه جا میکنه، 300 دلار از رفیقاش میگیره و اینها در خانه که مخصوص زائران هست این کارو انجام دادن. این دختر رو به اصطلاح باعث خونریزی شدن، این رو بردن به بیمارستان، او را به شفاخانه مراجعه میکنه. این شفاخانه که بنویسه، یعنی راوی این داستان ما خودش یکی از افغانایی است که در مشهد زندگی میکنه، چون ما میگیم بیمارستان اونا میگن شفاخانه، یعنی این راوی این داستان خودش افغانیه که او را بستری میکنن. بعد هم به برادرش اطلاع میشود، به بیمارستان مراجعه میکنه، به دختر برادر خود را در جریان میگذارد، به دختر آدرس دفتر صیغه را میدهد. دختر میگه برادرش میگه من به خاطر این در بیمارستان هستم که این بلا سر من اومده. دختره میره، برادرش میره دفتر صیغه، اونا رو پیدا میکنه، میگه آیا همزمان یک دختر رو میشه به 4 نفر صیغه داد؟ آخوندا میگن که نه، ولی در طول 4 ساعت میشه یک دختر رو به 4 نفر صیغه کرد. راست میگه. این چرا نگه در مذهب شیعه نمیشه؟ میشه. اگه شرط کنن که این دختر به اصطلاح معذرت میخوام از راه سبیلین با اونا یک جان نمیشه طبق مذهب شیعه، این میتونه یک ساعت در بغل این باشه، یک ساعت بعد تو بغل دیگه باشه. قانونا شرعا مطابق با سنت به قول خودشون محمدی از زبان ملال 400 با 4 مرد باشه. این جوون این نمیدونسته، پرسیده که مگه هم چیزی میشه همین جوونی که زارب است اون سن دو نفر کشته؟ اونا میگه بله میشه. بعد پسر ناراحت میشه میگه شما چطور خواهر من رو به 4 نفر همزمان در 3 روز به صیغه 4 نفر در آوردید و الان هم در بیمارستان بستری است؟ با اخوندا جره بس میکنه. یکی از اخوندا از دفتر خود میاد بیرون و به این جوان افغانی که از خانوادگی از مدافعین حرم بودند و حالا هم خانوادگی در صیغه زائران هم قرار میگیرن، به او میگه شما 500 دلاری هستید و زیاد حرف نزن که غیبتتان افت میکند. او را یعنی شما 500 دلار میگیرید و میرید دیگه، شما منظور زنش هم بد میگه که 500 دلار براتون دادی. او را مورد تمسخر قرار میدن و جوان هم میرود از مغازه های حرم، منظورش قبر امام رضا، بازارهای اطراف امام رضا، یک کارد تیز و بزرگ خریداری میکند، منتظر میماند تا این آخوندها تعطیل بکنند و برای تور کردن زائران و مشتری به حرم بروند، برای تور کردن زائران و مشتری به حرم بروند که همچنین نرا را تعقیب میکند. در صحن امام رضا جواب اینها را به این شکل میدهد که دو رأس را زخمی میکند، یکی در دم جان میدهد، یکی هم وضعش فخیم است، یک رأس آخوند که توانسته کمی فرار بکنه کمتر زخمی شده، یعنی امید به زندگیش نیست. و این جوان افغانی برخلاف سخنان استاندار خراسان به این سن سه رأس آخوند تجاوز و تعرض نکرده، گویا به سم استاندار اشتباه رساندن. این نوشته کاملا صادقانه معلوم میشه به نظر من، و بعیدم نیست، یعنی هیچ چیز خلاف مذهب شیعه در این نیست و خلاف سیاست دولت ایران که افغانا رو میبرده به جنگ و به کشتن میداده، چون خودشون یکی دو تا بچه دارن، بچه‌هاشون باید برات میرفتن آمریکا و اروپا.
افغانای بیچاره رو بردن دم توپ و هزاران نفرم به کشتن دادن. شیعه ها رو میگم، سنی ها رو نمیگم بردن. خلاصه این داستان، این چند دلیل در این داستان هست که ما باید توجه کنیم. یکی اینکه عکسی فرستاده، من اون عکس رو به شما نمایش میدم که دلیلی که داستان این درست‌تر میخوام به شما بگم. این عکس، این بابا همین زارب این شکلی شده دیگه. تو عکسایی که مردم گرفتن دولت پخش نکرده، اگه شما نگاه کنید توی سایت ها، عکس زارب اینجوریه. این الان با سلیمانی، این بابا که این ورش هم هست، یه آدم مهمیه تو مذهب شیعه، نمیدونم که اون پشت سرش هم آدم ها چی هستن، همین نفرهای مهمه، همین لشکر فاطمیون هستن. این معلوم است که تو فاطمیون بوده، به خاطر اینکه حالا پدرش و عموش کشته شدن. و ببینید زاویه‌ای که داره به دوربین نگاه میکنه، دلیل بر این است که این عکس فتوشاپ هم نیست. ببینید زاویه همه دارن به دوربین نگاه میکنن. پس این بابا اصلا دولت گفته بود که این نمیتونه وهابی است و چی میگن تکفیری است و از سنی ها هست و ما اسمش نمیگیم. چرا اسمش نمیگی؟ و برای که خانوادش معلوم میشه، مردم میشناسن که این کیه، حداقل فاطمیون که میشناسن. لذا دولت اصلا پنهان کرده، عکسش هم دولت پخش نمیکنه، مردم پخش میکن. سه تا برادرش هم گرفته به قول خودش و عکسش هم تو حرم مردم گرفتن پخش کردن. پس اینکه دولت این رو معرفی نمیکنه یک دلیل دیگه است. البته معرفی خواهد کرد، بعد از گرفت تو زندان زدش، با میگه تو این حرفا رو بزن که من سنی و تکفیری هستم. این بیچاره میگه دیگه، چون وقتی بزنن هر چی میگه. پس اینکه دولت پخش نمی کنه و این عکسو که میبینیم و حرفای اینا رو که میشنویم، دلیل بر این است که داستان از خودشونه. فسادایی میکنند و ظلم. وقت آزادی بیان نباشه همینه دیگه. خب ماه رمضان با زبان روزه کسی ارضا بشه بعدش سریعا غسل کنم، آیا ایرادی از نظر شرعی داره یا خیر؟ ببخشید ارشادم کن. ببینید ماه رمضان اگر عمدن خود رو ارضا کنید، این روزتون باطل میشه. اما اگر که در خواب باشه، یا مثلا در خواب یا در بیداری حتی، ولی عمدی نباشه، اون وقت روزه شما چی نمیشه. غسل سریع این مشکل رو حل نمیکنه، باید یک روزه بگیرید باز بجاش. خب سلام، یه مادر هستش بعد از 27 سال بچه دار شد، حالا بچه 6 سال داشت که فوت کرد. حالا مادر خیلی بیقراری میکنه، چی کار کنه که تا آروم بشه؟ این بیچاره رو الله باید بهش کمک کنه، برایش دعا میکنیم، بینندگانم دعا کنه، شما همه برای این آدمی که نزدیک میشناسید دعا کنید که الله پاک دلش رو آروم کنه و این رای دیگر نداره. طبعا مصیبت بزرگ برش است، منتها یک چیزی داره، میتونید مژده‌هایی که پیامبر ما فرمودن بهش بگید که مادر باز وارد بهشت میشه. وقتی مصیبت و انسان در دنیا دچار شد به این صورت، صبر کرد، بچهش خدا در بهشت بهش میده، به بهشت میره، به خاطر همین بچه به بهشت میره. بله میگه که از شما یک راهنمایی، این نظرم یه دفعه گفته بودم باز فرستادن، یک راهنمایی میخوام، پسرای من نماز نمیخونن. گفتم شما پدر هستید یا مادر هستید؟ ممنونم. خداوند به شما قدرت داده که اینو به کسی دیگه نداده، اون این که برش دعا کنیم، دعای پدر مادر قبول میشه، شک درش نیست. دعا کنیم، اکثر ما دعا نمی کنیم برای بچه های خودمون. دعا کنید بچه هدایت خواهد شد، فرزند شما که دختر چه پسر هدایت خواهند شد، چون که کارت خدا بهت داده که تو زحمت میکشی. اینو یه دفعه دیگه هم گفتم، دوباره این فرستاد، دوباره میگم، کارت فرستاده به تو که تو پیش خدا مقام میداری چون پدر مادر هستی. در مورد فرزند دعا کن. سلام، اگه دو روزه داشت دوزده باشه حالش بد بشه، حالش بد بشه روزش باطل میشه یا نه؟ روزه باطل نمیشه، منتها اگه حالش اونقدر بد شد که براش خطر داره باید بخوره، اگه نخوره باز گناهکار میشه. اگه حال شما بد میشه اینطوری که بیهوش میشی یا خیلی وضعیت خیلی خرابه، خودت میفهمی دیگه، چون تو روزه گرفتی دیگه، خودت میدونی که من برای خدا گرفتم. اگر که دیدی که حالت اینجوری هست دیگه، کسی بیرون نمیفهمه، خودت میفهمی که خطر جانی برات داره یا خطر بزرگ داره، اون وقت اگه نخوری گناهکار میشه. اما اگه حالت بد شد، روزه رو نگه داشتی، روزت باطل نیست دیگه، طبعا ثوابش هم تازه بیشتره، در صورتی که خطر جانی برات نداشته باشه. اگه خطر جانی داشته باشه ثواب نداره، گناه هم داره. یک زن اگر نتونه ازدواج کنه،
به خاطر بچه‌هاش وثیقه کسی بشه گناهه. میگه به خاطر بچه‌هاش نتونه ازدواج کنه وثیقه کسی بشه گناهه. ببینید اگر کسی نیاز به ازدواج داره باید به خاطر بچه‌هاش نگاه نکنه، بره ازدواج کنه. هر خانومی اگر خدا برایش موقعیت فراهم کرد، ظاهرا موقعیت فراهم میخوان تو رو صیغه کنن، ولی صیغه گناه داره. صیغه مثل گناه، مثل اینکه انسان چی باشه. ببینید بعضی از چیزها رو شما به توجه کنید، هیچ فرقی با زنا نداره صیغه، بلکه بدتره. چون شما که زنا انجام میدی خدای نخواسته احساس ندامت میکنی، میگه آقا من زنا انجام دادم خدای منو ببخش. اما صیغه میگه ثواب داره، بدبختی در بدبختیه. بعضی گناه ها بزرگتره. مثلا همین دوتا آخوندی که در به قول خودشون در حرم امام رضا کشته شدن، در همین روزا دو نفر دیگه هم در میکده ای در اسرائیل کشته شدن. ببین طرف در میکده بود، یکی اومد این دوتا رو کشته، این توی حرم امام رضا بوده، به قول خودشون حرم که مکه و مدینه است، در کنار قبر امام رضا بوده، یکی اومد این دوتا رو کشته. اکثر شما فکر میکنید که مثلا خب این بالاخره توی یک عبادتگاه بوده، اون در میکده بوده، کدومش چیه؟ ولی از نظر من و از نظر هر کسی که میفهمه، یعنی اگر من قرار باشه انتخاب کنم که بگن آقا تو رو در عبادتگاه هندوها یا عبادتگاهی که قبر پرستش میشه امام رضا تو رو بکشن بهتره یا در میکده، میگم در میکده بهتره، چون گناهی هو کمتره، صیغه گناهش بیشتر از زناست عزیز من. و اگر فرصت عروسی برات میشه عروسی کن که خدا انشالله که کمکت کنه، آمین. بیننده پرسید که آیا برای خانم ها نماز خواندن در مسجد بهتر است یا خانه؟ و سوال دوم این که در وقت روزه هنگام خواب انسان بی اختیار ارضا شود، حکمش برای روزه دار چیست؟ با تشکر. اما برای خانم ها نماز در خانه بهتره، ولی بیرون رفتن رو باید منع نکنید. زنی دوست داره بره بیرون، کمان که برای مردان نماز در مسجد بهتره، اگر در خانه خونده مشکلی نداره، ثواب مسجد بیشتره. باید من نشه. بعضی زنها از لحاظ روحی نیاز دارن که برن مسجد. ما دیگه اسلام اینا رو چی نکرده که واجب نیست برای زنها که برن، ولی اگه خواست بره و شما منش کنی که نرو، ولو نماز عشا گناهکار میشی. باید که پیامبر ما گفت که زنها رو از فرست رفتن به مسجد من نکن. نمیتونی بهش بگی که آقا ثواب خونه بیشتره. پیامبر میدونسته که ثواب خونه بیشتره، اما گفته منش نکن. از لحاظ روحی نیاز داره بره بشینه با زنای دیگه و هرچی. پس من ممنوعه، ولو که شب بخواد بره، ولو که صبح زود بخواد بره. اما این که فرمودی در خواب ارضا بشه کسی، اون دیگه مشکلی نداره دیگه. خواب که انسان مرفوع القلمه، انسان دیوانه مرفوع القلمه، یعنی چیزی نوشته نمیشه. انسان بچه که باشه گناهش نوشته نمیشه، و انسانی که به اصطلاح در خواب اگر غلطی کرد حتی آدم کشت گناهش نوشته نمیشه. این که کار ساده است و این در دست شما هم که نیست. پس نماز روزه هیچ مشکلی پیدا نمی کن، فقط غسل می کن. سوال داشتم که این درست است که اگر جوانی ضعیف باشد روزه بر او حرام است؟ ببین روزه اگر ضرر داشته باشه برای انسان حرامه، جوان و پیر نداره، مزن شیرده هر کس. در اینجا دیگه دکتر تصمیم می گیره و بالاتر از دکتر زمیر خودت وجدان خودت به تو میگه که آقا این روزه بر من سخته، من این روزه رو بگیرم اصلا کلیم خراب میشه. بیمار معافه، متوجه هستید؟ کسی که طاقتش نداره معافه، باید که قضا برای یه بسکین بده دیگه، خودتون میفهمید. بله اگر روزه که ضعیف باشی روزه بگیری حرام. و این سوالای آقای زهرابی رو من جواب میدم، چی کار کنم؟ برای من میفرستید. یه سوال داشتم، زکات پولم میخوام کولر به مدرسه روستای من بخرم، آیا جایز است؟ ممنون میشم جواب بدید. حالا در فقهی که من بهش معتقدم بله جایز استش که برای تحصیل زکات بدی، که این کمک به تحصیل بچه ها میکن. میشه بگویید که در رمضان تا کدام وقت تهجد میشه؟ رمضان و غیر رمضان نداره. نماز تهجد شما بعد از صلات عشاء میتونید بخونید تا نماز صبح، و بهترشون است که در ثلث آخر شب بخونید، بعد از نصف شب بخونید، و اون وقت ثوابش بیشتر. ولی در هر وقت میشه، اول بعد از نماز عشا شروع میشه. این همین دیگه. این پرسیدن که
سوال من این است که توی این ایام ماه رمضان ما نماز تراویح رو به جماعت در خانه میخوانیم، در آخر نماز وتر رو میخونیم، مشکلی نداره که بعد از نماز وتر نماز نفل بخونیم؟ یعنی نماز وتر آخرین نمازی نباشه که میخوانیم؟ نه عزیز من، تصویرش رو نمیارید تا فرمان برای عرض به حضورتون که نه، اشکالی نداره بعد از نماز وتر اگه خدا برای شما میسر کرد شوق داشتی که نماز بخونی، نماز دیگه هم بخونی نفل. پیامبر فرمودی که آخرین نمازتون رو نماز نفل قرار بدید، چی؟ وتر قرار بدید. شما خوندی یه دفعه باز دلت خواست، نصف شب بلند شدی میگی دلم خواست بازم نماز بخونم، اشکالی نداره. از پیامبرم ثابت است که این کارو کردن، این اشکالی نداره، حرف علما نیست، خود پیامبرم این کارو یک بار انجام دادن، حداقل یک بار ما خبرش رو حضرت عایشه به ما داد. این بیننده یک بار سوال رو من تو برنامه دیگه جواب دادم، ولی از من خواستن که در برنامه چی جواب بدم. یادتون باشه که بنویسید که من در کدوم برنامه میخواید من جواب بدم. آیا زنان با سر برهنه میتوانند قرآن رو روی مصحف تلاوت کنند؟ بله میتوانند، مانع شرعی نداره. اگر از لحاظ ادب خواستن چادر رو سرش خود بندازن، اون خیلی بهتره. دوم، میشه وقتی از خانه بیرون شویم بعد از دعا خروج از منزل میشه آیت الکرسی رو خونده به طرف منزل فوت کنیم؟ یعنی درست از فوت کردن به طرف شی مورد نظر، فوت کردن به طرف شی مورد نظر وقتی دعا رو میخونی، این در حدیث ثابت است که پیامبر سه سوره آخر رو میخوندن به دستشون فوت میکردن و بدن خودشون میمالیدن، ثابته. پس از لحاظ سنت ثابته، ولیکن در حدیث ما نداریم که خون در خونه فوت میکردن. با اگر شما این کار رو به خاطر سنتش انجام بدی جایز است، اما دائم باید انجام ندی، دائم باید انجام ندی که دفعه بدعت نشه، پس جایزه. در برنامه تان چند تا سوال حق داریم بپرسیم که خسته نشوید. سومش اینه، عرض کردم که شما سوالای فقهی رو باید که از آقای زهرابی بپرسید که روزانه برنامه دارن و خیلی خیلی بهتر از من جواب میدن. این گفته باز گفته که یک هفته گذشت منتظر جواب بودم، ولی الان در برنامه پندهای نورانی را دیدم جواب سوالم نبود. ببین عزیز من، شما باید می نوشتید که من این برنامه رو می خوام. من اینو در جای دیگه جواب دادم. می نوشتی که من باید تو برنامه پندهای نورانی پاسخ بدید، من اون برنامه رو فقط می بینم. من سه برنامه دارم: ناباوران، فرمانهای الله و پندهای نورانی. خب ممکنه در دو برنامه دیگه جواب بدم، شما که باید قید کنید که اینو در فلان برنامه جواب بده. این بیننده عزیز سوال آخر رو پرسیدن، اجازه بدید. شما میگویید که اگر میتوانید یک آیه مثل قرآن بیارید. خب اگر کسی آورد، چه کسی میخواد داوری کند؟ کی کدام بهتر است؟ اگر شما داور باشید معلوم است که کدام را تایید میکنید. این حرف در اساس اشتباه است، چون هر کسی در رابطه با کتاب خود همین حرف را میتواند بزند. ببینید این مسئله اینجوری نیست که شما میگید یک آیه مثل قرآن بیار، معنیش این است که مثلا از لحاظ وزن و نمیدونم کلمات بیار. قرآن کتاب چیه؟ کتاب هدایت. یک کتاب، کسی کتاب دکتری نوشته میگه بیار کتاب یک قانون بیار که از قانونایی که من در مورد دکتری نوشتم بهتر باشه. تو باید در مورد دکتری قانون بیاری مردم مقایسه کنه. مثلا کتاب دکتر نوشته، مثال، که دست دو قبل از غذا بشور. تو باید بنویسی که مثلا اونو که اون نوشته دیگه، اگه اونو بنویسی که حرف اون شد، قرآن شد. اما اگه بنویسی دست رو نشور، اون وقت هر کس میتونه مقایسه کنه. ما میگیم دست غذا رو باید دست با دست خورد، تو بگو با پا خورد. خب هر کس میتونه مقایسه کنه که با پا خوردن درسته یا با دست. خداوند از این لحاظ گفت کتاب هدایتی که من آوردم بهترش میتونی بیاری بسم الله کن. من گفتم شراب حرومه، تو بگو نه یک کمش خوبه، ثابت کن. من میگم گوشت خوک بده، تو بگو نه خوبه. من میگم احترام به پدر مادر خوبه، تو بگو احترام به پدر مادر بده. اگر بگی نه گوشت خوکم بده، تو کتاب تو نوشته باشه شرابم بده، احترام به پدر مادرم خوبه، خب همون قرآن شد. منظور قرآن که میگه یک آیه مثل این بیارید، یعنی یه چیز بیار برای هدایت مردم که از کتاب من بهتر باشه. قاضی کیست؟ قاضی میگه خودتون باشید، خود ما قاضی هستیم. آیا لواط بهتره، زنا بهتره یا ازدواج؟ ببخشید من اینجوری میگم، خودتون میدونید که ازدواج بهتره. مرض حداقل دیگه چیزای روحی شکار نداریم، بیماری ایدز که نمیاد، کرونا که نمیاد، اینجوری. پس متوجه شدید. الله حافظ و نگهدار همه شما. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا